الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آیا ندیدی که چگونه برخورد کرد پروردگارت با صاحبای فیل؟ الم یجعل کیدهم فی تضلیل، پلان و مکرشان باطل نساخت؟ و ارسل علیهم طیرا ابابیل، و ارسال کرد بالایشان پرنده ها را گروه گروه، فوج فوج. ترمیهم به حجارت من سجیل، میزدشان با سنگ هایی که از سجیل بود، از سنگ گل بود. فجعلهم کعصف مأکول، پس ساخت آنها را مانند علف جویده شده یا خورده شده. ای بود معنا و مفهوم سوره فیل و کلماتی که در این سوره خداوند جل جلاله بیان کرده بود. حالا در آخر میخواییم که یک نتیجه گیری داشته باشیم که از این سوره ما چی نتیجه گرفته میتونیم و چی نفع و فایده را میتونه بر ما داشته باشه که ما هر روز یا هر وقت تلاوت میکنیم. قسمی که در اول هم گفتم، این سوره به نظر ما به همگی گفته شده، یعنی مخاطبش تنها رسول الله صلی الله علیه و سلم و کفار و مشرکین نیست و این سوره یعنی مخاطبش همه ما و شما هستیم. وقتی که بالای ما یک مصیبت میاد، یک مشکل میاد و در مقابل خود یک دشمن بسیار بزرگ را ما میبینیم، ما باید از به این سوره پناه ببریم و همین سوره را تلاوت بکنیم و به یاد بیاریم که خداوند جل جلاله با او لشکر 60,000 نفری و 13 فیلی که همراهشان بود چه رقم برخورد کرد و چه قسم اونها را از بین برد، چه قسم مکرشان از بین رفت. و ما باید تصیر رو بفهمیم که خداوند جل جلاله همیشه با ما است. و این سوره وقتی که خداوند جل جلاله بیان میکنه که آیا ندیدی که خداوند با اصحاب فیل چی کار کرد، این بر ما این آموزش میده که ما باید از گذشته خدا فراموش نکنیم. در گذشته شاید که ما و شما هم مشکلات زیاد بالای ما آمده باشه، مریضی آمده، مثلا کمبودی، ناداری، اقتصاد ضعیف، یعنی صدها مشکل شاید سر ما آمده باشه، اما در امو حالت خداوند جل جلاله دست ما را گرفته، از مریضی ما را شفا داده، از مشکل ما را خلاص کرده، از ناداری ما را دارا ساخته. ما باید سوره هیچ وقت فراموش نکنیم، همیشه به یاد بیاریم که خداوند دو سختی و دو مشکلات ما را نجات داد. در این حالت هم که آل این مشکل دیگه ای که بالای ما آمده، این را هم خداوند به اون شکل خلاص می سازن، این را هم به اون شکل حل می سازن. این سوره بر ما این را آموزش می ده که ما باید از یادآوری بکنیم، فراموش نکنیم مشکلاتی که در گذشته بود و خداوند او را حل کرد. و همچنان از این سوره ما ای را هم یاد میگیریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه حتی تولد شود خداوند جل جلاله معجزات نشان میده که رسولی که در امو قبیله از در امو مکه از در بطن مادر است و قرار است 50 روز بعد تولد شود، خداوند جل جلاله از امو وقت معجزات خود نشان میده و پرنده ها را روان میکنه و اصحاب فیل نمیمانه که بیاین و شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم ویران بکنه. و بالاخره گپ سیوم را که ما میتونیم از این سوره بیاموزیم ای است که ما هر قدر قدرتمند باشیم، هر قدر قوی باشیم، رئیس جمهور باشیم، حاکم یک شهر باشیم، باز هم در مقابل الله جل جلاله، در مقابل لشکر الله جل جلاله هیچ هستیم. ابرهه بسیار قدرتمند بود، لشکرش بسیار قوی بود، اما در مقابل لشکر الله جل جلاله هلاک و برباد شد. و گپ دیگه ای که خود ابرهه در اموجا از بین نرفت، سنگ ها بالاش اصابت کرد، زخمی شد، خود رسان تا به یمن با یک چند تعداد نفر دیگه ای که از اوجا فرار کردن، اینها خود رساندن به یمن. در یمن در مقابل چشمان تمام زیردستانش از بین میره و به مردم یک عبرت میشه که ببینین ای حاکم ما بود که بسیار قدرتمند بود، با 60,000 لشکر رفت و طرف مکه، اما امروز جسد خود تا ایجا رسوند، از بین رفت، که دیگه اونا هم جرات ازیره نکنن که به طرف مردم مکه حمله بکنن. یعنی ای داستان بر ما ای را بیان میکنن که ما هیچ وقت با قدرت خود، با لشکر خود مغرور نشیم. وقتی که ما در مقابل پروردگار قرار میگیریم هیچ هستیم، در مقابل لشکر الله وقتی قرار میگیریم هیچ هستیم، با وجود تمام قدرت ما یک مثل یک پشه هستیم. هیچگاه ما باید از قدرت خداوند فراموش نکنیم و مغرور با قدرت امروزی خود نباشیم.